سلام عرض می کنم خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم حال دلتون عالی عالی باشه. دوستان، قبل از اینکه کتاب امروز رو براتون بخونم، ازتون میخوام که در صورت امکان کانال ما رو سابسکرایب کنید و با لایک ها و کامنت هاتون ما رو حمایت بفرمایید. با سپاس. خلاصه یک کتاب 5 نقطه قوت برتر خود را بشناسید، اثری از تام راس، از کانال آموزشی انگیزشی لیل و ما جویا. رشد و توسعه مهارت های فردی از اهمیت بسیاری برخورداره و هر کسی دوست داره در زندگی و کارش رو به پیشرفت و ترقی قدم برداره. همه نقاط قوت و ضعفی داریم و میتونیم برای افزایش نقاط قوت و کاهش نقاط ضعفمون تلاش کنیم. اگر از شما بخوان که در راستای رشد فردیتون گام بردارید، ابتدا به سراغ نقاط قوتتون میرید یا نقاط ضعفتون. اکثر افراد نگران عادات و ویژگی‌های بدشون هستند و ترجیح میدن که وقتشون رو صرف از بین بردن اونها کنند، چون حس خوبی به اونها ندارن. قطعاً تلاش برای کاهش نقاط ضعف امری مهم و ستودنیه، اما افراط در اون باعث میشه که افراد از نقاط قوت و توانایی‌هاشون غافل بشن و فقط نقاط ضعفشون رو ببینن. شناسایی نقاط قوتتون به شما کمک میکنه که اونها رو در مسیر حرفه‌ایتون به خوبی استفاده کنید و عملکرد بهتری داشته باشید. علاوه بر این، تمرکز بر بهبود نقاط قوت بسیار لذت بخش تر از اینه که نقاط ضعفتون رو زیر ذره بین بذارید. در کتاب 5 نقطه قوت برتر خود را بشناسید، 34 نقطه قوت اساسی که در افراد مختلف دیده میشه مورد بحث قرار گرفته و در 34 دسته‌بندی ارائه شده. در این خلاصه 11 مورد از این دسته‌بندی ها رو مورد بررسی قرار میدیم. این دسته‌بندی ها رو عبارتند از 1. دست‌یابنده، 2. معتقد، 3. آینده‌نگر، 4. فرمانده، 5. پرورش‌دهنده، 6. همساز، 7. مسئولیت‌پذیر، 8. ایده‌پرداز، 9. یادگیرنده، 10. استراتژیست، 11. جذاب. در این خلاصه کتاب به این پرسش ها پاسخ داده میشه: چگونه دستیابندگان میتونن با صرف انرژی کمتر کار مؤثرتری انجام بدن؟ چرا مسئولیت پذیرها باید یاد بگیرن که جواب منفی بدن؟ چرا معتقدها و آینده نگرها شرکای کاری ایدئالی برای همدیگه هستند؟ فصل اول: دستیابندگان همواره به دنبال پیروزی و موفقیت هستند. هنگامی که صبح ها صدای زنگ ساعت یا موبایلتون رو میشنوید، آیا غلطی میزنید، اون رو خاموش میکنید و دوباره به خواب میرید، یا بلافاصله با انرژی از جا بلند میشید تا روزی فوق‌العاده رو آغاز کنید؟ بسیاری از افراد عمل اول رو انجام میدن و ترجیح میدن باز هم در دنیای خواب باقی بمونند. در مقابل، کسانی که عمل دوم رو انجام میدن در دسته دستیابندگان هستند. دستیابندگان کسانی هستند که اونقدر برای دستیابی به اهدافشون انگیزه دارن که حتی یک روز هم دست از کار نمیکشن، گرچه اونها اغلب بیش از حد از خودشون کار میکشن، اما دلیلی محکم برای اون دارن. به انجام رسوندن وظایف اونها، اونها رو خیلی خوشنود میکنه. اونها دوست دارن که همیشه وظایف و کارهای جدیدی رو به عهده بگیرند و این مسئله سبب میشه که با انگیزه و بهره‌وری بالا به تلاششون ادامه بدن.
اونها زمان زیادی رو به کار اختصاص میدن اما خسته نمیشن و حتی بهره‌وری کل محیط کارشون رو افزایش میدن. برای مثال یه وکیل عالی رتبه و موفق برای برد هر یک از پرونده‌های خودش قبل از برگزاری دادگاه سعی میکنه تمام اطلاعات مورد نیاز رو به دست بیاره و همچنین همه ی تلاش خودش رو در طول جلسه دادگاه به کار میبره. برای او شکست معنا نداره. زندگی دستیابندگان با دستاوردهاشون تعریف میشه و به محض رسیدن به یک هدف به دنبال هدف بعدی هستند. این ویژگی کمک میکنه که اونها بدون خستگی کار کنند و از پا ننشینند. اما از طرفی همین ویژگی سبب میشه که اونها گرفتار بلند پروازی و کمالگرایی بشن و با اینکه در کارشون بهترین هستن باز هم احساس کنند به اندازه کافی تلاش نکردن و همواره از خودشون ناراضی باشند. اگه شما یک دستیابنده هستید باید یاد بگیرید که بتونید بدون اینکه زندگیتون رو فدا کنید بهترین عملکرد رو داشته باشید. برای این کار میتونید از این نکات کمک بگیرید. 1. مرتباً موفقیت‌های گذشتتون رو به یاد بیارید و خودتون رو تشویق کنید. به زمانهایی فکر کنید که کاری چالش برانگیز رو انجام دادید یا از پس مشکلی طاقت فرسا بر اومدید. با این کار شما به خودتون یادآوری میکنید که چقدر توانا هستید و میتونید بدون نارضایتی از خود به پیشرفت و رقابت با خودتون ادامه بدید. 2. محیطی رو برای کار انتخاب کنید که بتونید یک سیستم امتیازدهی برای پیگیری موفقیت هاتون ایجاد کنید. به این ترتیب میتونید به طور عینی بهره‌وریتون رو اندازه بگیرید و وقتتون رو با مقایسه خودتون با همکارانتون تلف نکنید. علاوه بر این به کمک این سیستم میتونید ببینید که هر روز چه دستاوردهایی داشته اید و احساس کامیابی کنید. 3. همواره به یاد داشته باشید که انرژی و انگیزتون رو صرف کارهایی کنید که میتونید به بهترین نحو ممکن انجام بدید، نه اینکه انبوه وظایفی رو قبول کنید و انجام بدید، تنها به این خاطر که نشون بدید کارهای زیادی رو انجام داده و دستاوردهای بسیاری داشته اید. بدین ترتیب هم انرژیتون رو ذخیره میکنید و هم بیشترین ارزش آفرینی رو برای شرکتتون دارید. در فصل بعد به بررسی دو دسته معتقد و آینده نگر می‌پردازیم. فصل دوم، افراد معتقد ارزش‌های اساسی پایداری دارند و افراد آینده نگر می‌تونن آینده رو تصور کنند. در اطراف همه ما افراد معتقدی حضور دارند که هرگز برخلاف اعتقادشون رفتار نمی کنند. اونها به خوبی آگاهند که این سرسختی در برخی شرایط ممکنه مانع پیشرفتشون بشه، اما همچنان ترجیح میدن روی اعتقاداتشون استوار بمونند. یک فرد معتقد اگه در محیط درستی قرار بگیره میتونه سود زیادی برای یه سازمان داشته باشه. به عبارت دیگه افراد معتقد برای شکوفا شدن باید کاری متناسب با ارزش‌های اعتقادیشون دست و پا کنند، چون برای اونها هیچ تفاوتی بین اعتقاد و انگیزه وجود نداره. اونها از اعتقاداتشون انگیزه میگیرند. برای مثال شخصی رو در نظر بگیرید که بر این باوره که باید دنیا رو به جای بهتری برای زندگی تبدیل کنه. کار در شرکتی که بدون توجه به کیفیت محصول و رضایت مشتری صرفاً به دنبال سوددهیه مناسب این شخص نیست. اما او میتونه در سازمانهای مردم نهاد یا شرکتی با اهدافی والا به مهره قدرتمند تبدیل بشه و عملکرد فوق‌العاده‌ای داشته باشه. افراد معتقد اغلب نمیتونن سازمانی رو مطابق با اعتقادات خاصشون بیابند.
و این امر باعث میشه که خودشون کسب و کاری رو راه اندازی کنند. همچنین اگه اونها بتونن با یه فرد آینده نگر شراکت کنند، موفقیت اونها تضمینیه. آینده نگرها افرادی هستند که میتونن با قوه تخیل قویشون چشماندازهای الهام بخشی از آینده خلق کنند. اونها محدودیت ها رو زیر سوال میبرند و آینده ای الهام بخش رو به روشنی به تصویر میکشند. آینده ای که به دیگران انگیزه میده تا محصولاتی برتر تولید کنند، کار تیمی مؤثرتری داشته باشند و حتی دنیا رو تغییر بدند. به همین خاطره که میگیم آینده نگرها شرکای ایدئال برای معتقدها و به طور کلی کارآفرین‌ها هستند. افراد آینده نگر چشماندازهای آرمانگرایانه رو به گونه‌ای شکل میدن و ارائه میکنند که به کل سازمان انرژی میبخشه. در فصل بعدی نوبت به بررسی فرمانده ها و توسعه دهنده ها میرسه. فصل سوم، فرماندهان از مسئولیت پذیری و توسعه دهنده ها از ترغیب دیگران خوشنود می شود. آیا در محیط کارتون فردی رو می شناسید که هرگز از به اشتراک گذاشتن و بیان عقاید خودش باکی نداشته باشه؟ یا کسی که همیشه بخواد رهبری دیگران رو بر عهده بگیره؟ اگه پاسختون مثبته، باید بدونی که این فرد یک فرمانده است. فرمانده ها به هنگام تصمیم گیری مهره های ارزشمند شرکت ها به شمار میرند. با این وجود اگه اونها محتاطانه عمل نکنند، میتونن باعث به وجود اومدن دلخوری و ترس در محیط کاری بشند. اونها بی‌رحمانه رو راستند و نظرشون رو درباره هر چیزی صادقانه بیان میکنند. همین ویژگی ممکنه موجبات رنجش کارکنان رو فراهم کنه. اگه شما یک فرمانده هستید، صداقت خودتون رو حفظ کنید، اما سعی کنید اندکی ملایم تر رفتار کنید. برای آنکه به عنوان یک فرمانده موفق عمل کنید، به جای تحمیل عقایدتون به دیگران، سعی کنید به عنوان شخصی صادق و روراست شناخته بشید. کسی که به طور صریح و صادقانه هر آنچه که هست رو بیان میکنه. در واقع شما باید تبدیل به کسی بشید که دیگران قدردان صداقت و صراحتش هستند. در این صورت در مواقع بحرانی افراد با رغبت به سراغتون میان تا نظر صادقانتون رو در مورد وضعیت بشنوند و نیازی نیست که شما اونها رو مجبور به انجام کاری کنید. بنابراین فرمانده ها از طریق هدایت و رهبری دیگران امور رو پیش میبرند. دسته دومی که در این خلاصه کتاب و در این فصل بررسی می‌کنیم، توسعه دهنده ها هستند. توسعه دهنده ها اشخاصی هستند که دیگران رو تشویق می‌کنند و سعی می‌کنند پتانسیل اونها رو به واقعیت تبدیل کنند. توسعه دهنده ها با مشاهده پیشرفت دیگران هیجان زده و خوشحال میشن و از افرادی که نسبت به توانایی‌های خودشون غافل شدن حمایت می‌کنند. این تمایل برای کمک به دیگران نشون میده که توسعه دهنده‌ها برای نقش‌های پرورشی و تربیتی نظیر مربیگری، تدریس و منابع انسانی مناسب هستند. اگر شما یک توسعه دهنده هستید، برای بهبود مهارت‌های افراد روی رفتار خاصی در اونها دست بگذارید و اونها رو به انجام بیشتر اون رفتار ترغیب کنید. در این صورت افراد دقیقاً میدونن که برای پیشرفت باید چه کاری انجام دهند. همسازها و مسئولیت پذیرها دو دسته دیگه‌ای هستند که در فصل بعد درباره اونها صحبت میکنیم. فصل چهارم، همسازها در جستجوی نقاط مشترک هستند
و مسئولیت پذیرها به قولشون وفا دارند. در فصل قبل با بررسی ویژگی های فرماندهان متوجه شدیم که اونها نظرشون رو به صراحت بیان می کنند و از هر فرصتی استفاده می کنند تا نشون بدن که نظرشون بهترینه. در مقابل همسازها همواره سعی می کنند که عقیده همه رو در نظر بگیرن و اطمینان حاصل کنند همه به نقطه نظر مشترکی رسیدند. همسازها تمایل دارند رضایت همه رو کسب کنند و به همین خاطر در یک محیط کاری که همه افراد از ارزش‌ها و بینش‌های اساسی یکسانی برخوردارند عملکرد خوبی دارند. به عنوان دیگه حضور اونها در مشاغلی که کار تیمی از اهمیت بالایی برخورداره بسیار مؤثر خواهد بود. همسازها معمولاً نمیتونن در بخش‌های رقابتی شدید مانند فروش یا سیاست پیشرفت چشمگیری داشته باشند، چون در این بخش‌ها دستاوردهای فردی از هر چیز دیگه‌ای با ارزش‌تره. این در حالیه که همسازها به فکر دستاوردهای جمعی هستند. اما همین گرایش شدید همسازها به مساوی در نظر گرفتن همه عقاید، حتی در یک تیم منسجم گاهی اوقات ممکنه نتیجه معکوس به دنبال داشته باشه و منجر به عدم هماهنگی بشه. این مسئله هنگامی رخ میده که اونها وقت زیادی رو صرف شنیدن و توجه به خواسته های افراد میکنند. بدین ترتیب روند کار کند میشه و اعضای تیم دل سرد میشن. بنابراین اگه شما فردی همساز هستید، این نکته رو در نظر بگیرید. یاد بگیرید که در موقع مناسب نظر همه افراد تیم رو جویا بشید و به توافق دست یابید. اما حواستون به زمان و حوصله اونها نیز باشه. دست بعدی که قصد معرفی اون رو داریم مسئولیت پذیرها هستند. افراد همساز و مسئولیت پذیر وجوه اشتراک فراوانی با هم دیگه دارند. هر دو گروه به شدت علاقمند به برقراری پیوندهای اجتماعی هستند، اما برخلاف همسازها که به دنبال توافق جمعی هستند، مسئولیت پذیرها بیشتر به فکر این هستند که هیچگاه کسی رو ناامید نکنند و زیر قولشون نزنند. اونها مصمم هستند که وظایفشون رو به خوبی انجام بدن و به همین خاطر به درد شغل‌هایی می‌خورند که به افرادی بسیار قابل اعتماد نیاز دارند. با وجود تمام ویژگی‌های مثبتی که درون افراد مسئولیت پذیر نهفته است، این دسته از افراد مشکلاتی هم دارند. به عنوان مثال، به خاطر اینکه اونها مشتاقند تا انتظارات دیگران رو برآورده کنند، گاهی اوقات بیش از حد توان خودشون مسئولیت بر عهده می‌گیرند. پس اگه شما فردی مسئولیت پذیر هستید، باید نه گفتن رو یاد بگیرید تا بتونید برنامه زمانیتون رو تنظیم کنید. در غیر این صورت ممکنه که تحت فشار کاری زیادی قرار بگیرید و نتونید اونها رو مدیریت و کنترل کنید و در نهایت مرتکب اشتباه بشید. این مسئله باعث میشه که برخلاف خواسته های قبلیتون، شما نزد دیگران فردی مسئولیت ناپذیر جلوه کنید. فصل پنجم، ایده پردازها عاشق خلق ایده و یادگیرندگان عاشق فرایند کسب دانش و مهارت هستند. آیا شما جزء کسانی هستید که دوست دارید بین موارد مختلفی که شاید هیچ ارتباطی با هم دیگه ندارند ارتباط ایجاد کنید؟ اگه پاسختون مثبت، تبریک میگم، شما قطعاً یک ایده پرداز هستید. افراد ایده پرداز همواره با نگاه خاص به امور و پدیده‌های اطرافشون مینگرند و همواره در تلاشن راه کارهای جدیدی برای حل مسئله پیدا کنند.
اونها بین زمینه‌های گوناگون ارتباط برقرار می‌کنند و این امر درک وسیعی از جهان به اونها ارائه میده که میتونن اون رو با دیگران سهیم کنند. اگه ایده پرداز هستید، به دنبال شغلی باشید که به خاطر این توانایی و نقطه قوتتون حقوق دریافت کنید. حوزه‌های مبتنی بر ایده نظیر بازاریابی، نویسندگی یا محیط‌های دانشگاهی براتون بهترینند. همچنین از اون جایی که افراد ایده پرداز خیلی زود کسل میشن، مشاغلی رو به عهده بگیرید که واقعاً به اونها علاقمند هستید. علاوه بر این، برای اینکه بتونید قدرت ایده پردازیتون رو بهبود بدید، باید بدونید که معمولاً ایده ها چگونه به ذهنتون میرسن. شرایطی رو شناسایی کنید که ایده پردازیتون رو به اوج میرسونه. به عنوان مثال، آیا به هنگام مطالعه کتاب، گوش کردن به آهنگ یا صحبت کردن ایده های جدیدتر و بهتر به ذهنتون خطور میکنه؟ پس سعی کنید تا حد ممکن در این شرایط قرار بگیرید و خواهید دید که ایده هاتون شکوفا میشن. گروه بعدی که با ویژگی های اونها آشنا خواهیم شد، یادگیرندگان هستند. یادگیرندگان عاشق کسب دانش و مهارت‌های جدیدند و از خود فرایند یادگیری لذت می‌برند، نه حقایقی که کسب می‌کنند. سیر جهالت به سمت مهارت برای اونها جذابه و براشون فرقی نمی‌کنه که در حال آموختن چه مهارتی هستند، خواه زبان اسپانیایی باشه، خواه جودو یا نحوه خورد کردن چوب. چنانچه فردی یادگیرنده هستید، از اشتیاق خودتون برای یادگیری حد اکثر استفاده را بکنید و به دنبال شغلهای چالش برانگیز باشید. شغلهایی که نیاز باشه در اون همواره مشغول یادگیری مهارتها و دانشهای جدید باشید. همچنین میتونید از کارفرمای خودتون بخواید که بخشی از هزینه یادگیریتون رو تقبل کنه. در فصل بعد نوبت به دو دسته‌بندی آخر، یعنی استراتژیست ها و جذاب ها میرسه. فصل ششم، استراتژیست ها به دنبال راه حل های تحلیلی هستند و جذاب ها از متقاعد سازی استفاده می کنن. با شنیدن کلمه استراتژیست ممکنه به یاد استراتژیست های جنگی بیفتید، فرماندهانی که تعیین می‌کردند برای پیروزی در جنگ چگونه نیروهاشون باید وارد عمل بشن. اما استراتژی تنها برای زمان جنگ نیست. یکی از توانایی‌های ذاتی که برخی از مردم با اون به دنیا میان استراتژیست بودنه و هر شرکتی به استراتژیست های ماهر نیاز داره. استراتژیست ها با شناسایی و بررسی مسیرهای عملیاتی مختلف، موانع احتمالی رو که منجر به هرج و مرج و سختی خواهد شد پیش بینی می کنند. بدین ترتیب اونها با حذف مسیرهای نامناسب، بهترین مسیر با بهترین نتیجه ممکن، یعنی استراتژی بهینه رو می‌یابند. اما بهتره بدونید که یک استراتژیست مسئول از خطا نیست و همواره نمیتونه تمام مشکلات مسیر رو پیش بینی کنه. یکی از مشکلاتی که استراتژیست ها با اون روبرو میشن اینه که همکارانشون رفتار قاطع و برنامه ریزی های استراتژی که اونها رو حمله به نظرات خودشون تلقی می کنند. اونها گمان می کنند که استراتژیست ها اهمیتی به ایده های اونها نمیدن. بنابراین اگه شما یک استراتژیست هستید، ایده هاتون رو با ملایمت بیان کنید تا بتونید بدون جریحه دار کردن احساسات کسی پیامتون رو منتقل کنید. از طرف دیگه، بعضی از استراتژیست ها در ابراز عقاید خودشون به قدر کافی قدرتمند عمل نمی کنند و این امر منجر به اتلاف وقت بسیار میشه. به یاد داشته باشید که به خصوص در ابتدای یه پروژه باید پرقدرت هر اونچه که لازمه بگید تا
از قرار گرفتن پروژه در مسیر اشتباه جلوگیری کنید. استراتژیست ها معمولا افرادی خشک و جدی هستند که از قدرت تحلیل بالایی برای پیشبرد کارهاشون استفاده می کنند. در مقابل اونها افراد جذاب قرار دارند که از محبت و صمیمیت برای جلب نظر مساعد و مثبت دیگران استفاده می کنند. افراد جذاب دنیا رو همچون گروه بسیار بزرگی از دوستان که باید با اونها آشنا بشن تصور می کنند و با جادوی محبت توجه همگان رو به خودشون جلب می کنند. این افراد همواره به دنبال فرصتی هستند تا شبکه ارتباطیشون رو گسترش بدن. پس از پایان یک روز کاری اونها به سرعت محل کارشون رو ترک نمی کنند، چون میخوان با همکارانشون رابطه دوستانه‌ای برقرار کنند. مهارت‌های اجتماعی فوق‌العاده اونها این افراد رو برای شغل‌های نظیر روابط عمومی و مدیریت رسانه‌ها به مهره‌های ارزشمند تبدیل می‌کنه. ولی گاهی اوقات تمایل اونها برای آشنایی با همه سد راه ایجاد ارتباطات عمیق میشه. بنابراین اگه شما فردی جذاب هستید، با همکارانی که همدلی زیادی دارن همراه بشید. در این صورت هنگامی که افراد جدیدی به شرکت وارد میشن، شما ارتباط اولیه‌ای با اونها برقرار میکنید و سپس میتونید اونها رو به همکاران همدل خودتون معرفی کنید. اونها هم به نوبه خودشون رابطه عمیق‌تری رو با این افراد جدید شکل میدند و این کار در طولانی مدت شرکت شما رو توانمند میکنه. سخن پایانی: فرهنگ کاری و جامعه‌ای که در اون زندگی میکنیم ما رو ترغیب میکنه که بر ضعف هامون غلبه کنیم و با نقص هامون مبارزه کنیم. اما اون چه که از کاهش نقاط ضعف مهمتره، افزایش و تقویت نقاط قوته. هر کسی توانایی ها و نقاط قوت ذاتی خاصی داره که میتونه با شناسایی و تقویت اونها توانایی های بالقوهش رو بالفعل کنه و در محل کار و به طور کلی زندگیش به موفقیت برسه. افراد مختلف نقاط قوت گوناگونی دارند و هر کس باید با توجه به توانمندی‌هاش شغلی رو انتخاب کنه و در اون بدرخشه. برخی از افراد دست یابندن و تا به اهدافشون نرسن دست از کار نمی کشند. معتقدها تنها بر اساس عقایدشون عمل می کنند و آینده نگرها می تونن تصاویر روشنی از آینده ارائه کنند. همچنین درباره فرمانده ها صحبت کردیم که افراد رو رهبری و هدایت می کنند و توسعه دهنده ها که افراد رو ترغیب به پیشرفت می کنند. علاوه بر این همسازها و مسئولیت پذیر هم هر کدوم به نوبه خود به فکر خوشنودی دیگران هستند. ایده پردازها و یادگیرندگان از فرصتهاشون به خوبی استفاده می کنند. اولی برای ایده پردازی و دومی برای یادگیری مهارتهای جدید. در آخر نیز درباره استراتژیست‌ها و افراد جذاب صحبت کردیم و گفتیم استراتژیست‌ها با راه حل‌های تحلیلی و جذاب با قدرت متقاعدسازی خود کارهاشون رو پیش میبرند. در نهایت مهم اینه که هر کس از نقاط قوتش به بهترین نحو ممکن بهره ببره. پیشنهاد کاربردی: توانایی‌های دیگران رو جستجو کنید. بار دیگه‌ای که رویکرد ظاهراً توجیه ناپذیر همکارتون در خصوص پروژه‌ها، کار یا زندگی شما رو مستاصل کرد و نتونستید رفتارش رو درک کنید، سعی کنید توانایی‌ها و نقاط قوتش رو شناسایی کنید. این امر منجر به درکی عمیق‌تر از رفتارهای او خواهد شد و
و به هر دوی شما کمک خواهد کرد تا رابطه کاری مؤثرتری داشته باشید. امیدوارم که از شنیدن این خلاصه کتاب نهایت لذت رو برده باشین. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. با سپاس، علیرضا میر هستم از کانال آموزشی انگیزشی لیل و ماجویا. کتاب های صوتی از کانال لیل و ماجویا. با خواندن و هدیه دادن کتاب آگاهی و دانش را گسترش دهیم.